سرخط خبرها. امریکا بار دیگر از تشکیل حکومت همشمول در افغانستان اعلام حمایت کرد. وزیر قبایل طالبان در فاریاب: در افغانستان هیچ گونه اختلاف بین اقوام وجود ندارد. پاکستان: نگران تهدیدات امنیتی از جانب افغانستان هستیم. سفیر سابق امریکا: حکومت بایدن دیگر نمیخواهد کلمه‌ای به نام افغانستان بشنود. گذرگاه تورخم پس از 10 روز بازگشایی شد. و وزیر اطلاعات ایران: طالبان به دلیل پشتون بودنشان در بدخشان کمتر نفوذ دارند. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. وزیر قبایل طالبان در فاریاب: در افغانستان هیچ گونه اختلاف بین اقوام وجود ندارد. مولا نورالله نوری، وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان در سفر به فاریاب گفته است: زیر سایه نظام اسلامی حقوق همه روشن و محفوظ است و به همین دلیل امروز در افغانستان بین اقوام اختلافات وجود ندارد. وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان تای گردهمایی آلمان و سران قوم فاریاب افزوده است: پس از پیروزی امارات اسلامی، کشور و مردم از امنیت امنی برخوردار هستند که جای تشکر دارد. سخنان وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان در حال است که این گروه در 2 سال گذشته بارها متهم به رفتار تبعیض‌آمیز و انتقام جویانه با سایر اقوام شده است. از سوی هم پس از 2 سال از حاکمیت طالبان، پژوهش آماج نیوز نشان می‌دهد که 83.3% کابینه طالبان پشتون و 96.6% طالبان. بر اساس این پژوهش 79.4% والیان پشتون و 100% طالبانن. هزاره ها و زنان غایبند. پاکستان: نگران تهدیدات امنیتی از جانب افغانستان هستیم. وزارت امور خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد نگران تهدیدات امنیتی است که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه 24 سنبله در یک نشست خبری گفته است: ما باید اطمینان حاصل کنیم که از خاک افغانستان برای تهدید پاکستان استفاده نمی شود. وی افزوده است که برخی نگرانی های اسلام آباد در مورد سوء استفاده از توافقنامه تجارت ترانزیتی وجود دارد که در این مورد با مقام های طالبان تعامل خواهد شد. روابط طالبان و پاکستان در روزهای اخیر پرتنش دنبال شده است. امریکا بار دیگر از تشکیل حکومت همشمول در افغانستان اعلام حمایت کرد. سفارت امریکا برای افغانستان در روز جهانی دموکراسی حمایت خود از حکومت همشمول در افغانستان را اعلام کرد. این سفارت که اکنون در قطر فعالیت دارد، روز جمعه 24 سنبله مصادف با 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی، طی پست کوتاهی در شبکه توییتر سابق بار دیگر این موضوع را یادآور کرد. در پست سفارت امریکا آمده است: امروز روز جهانی دموکراسی است. ایالات متحده امریکا به مناسبت این روز و همواره بر ایجاد یک حکومت که همه مردم افغانستان نمایندگی کند تاکید می‌ورزد. این سفارت تشکیل حکومت نماینده مردم در افغانستان را برای شنیده شدن صدای مردم این کشور مهم دانسته است. ادارات و مقامات مختلف امریکا بارها اظهارات این چنینی را در رابطه به تشکیل حکومت فراگیری در افغانستان که از همه مردم این کشور نمایندگی کند مطرح کردند. اما با انتقاد طرفداران، تشکیل این نوع حکومت در افغانستان مواجه شدند. منتقدان بارها نحوه تعامل امریکا با طالبان را خلاف آنچه در اعلامیه‌های حکومت این کشور مطرح می شود می دانند. با این حال، طالبان بارها مدعی شدند که اداره آنان در افغانستان همه شمول است. سفیر سابق امریکا: حکومت بایدن دیگر نمیخواهد کلمه‌ای به نام افغانستان بشنود. سفیر پیشین امریکا در افغانستان باور دارد حکومت بایدن به دلیل جنجال‌های سیاسی، خروج و معزل پناهجویان افغان، تمایل به شنیدن نام افغانستان ندارد. او گفت حکومت برای به دست آوردن حمایت کنگره از پناهجویان افغان مایل نیست کار انجام دهد. این سفیر از سال 1390 تا سال 1391 سفیر امریکا در کابل بود. با گزارش واشنگتن تایمز، او روز پنجشنبه همراه با دیوید، رئیس سابق سیا و فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان در مجلس صحبت می‌کرد که برای کمک به انتقال
و حمایت از کارمندان سابق حکومت و سازمان‌های آمریکایی در افغانستان برگزار شده بود. صدها کارمند سابق افغان نهادهای آمریکایی در افغانستان و کشورهای دیگر گیرمانده و به علت ترس از زندگی در حاکمیت طالبان می‌خواهند به آمریکا انتقال داده شوند. واشنگتن قول انتقال پناهجویان مستحق را داده است، اما به علت انبار شدن پرونده‌ها در سیستم مهاجرت آمریکا و موانع اداری دیگر، این افغان‌ها بعد از 2 سال هنوز به آمریکا منتقل نشدند. گذرگاه تورخم پس از 10 روز بازگشایی شد. پس از گذشت 10 روز از آخرین درگیری مرزی میان طالبان و نظامیان پاکستانی، گذرگاه تورخم برای رفع آمد باز شده است. منابع میگویند که این گذرگاه بامداد روز جمعه 24 سنبله بازگشایی شده است. پس از بازگشایی این گذرگاه را برای صدها مسافر در حال انتظار و هزاران موتر باروری باز شد. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار روز گذشته از احتمال بازگشایی این بندر در روز جمعه خبر داده بودند. گفته می شود گذرگاه تورخم پس از روزها مذاکره میان دو طرف بازگشایی شده است. پیش از این در پی مسئولیت این بندر تاجران دو طرف 1 میلیون دلار ضرر کردند و شمار هم اموالشان از جمله سبزی و میوه را به حراج گذاشتند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که این گذرگاه در پی دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و عبدالرحمن نظامیان سفیر پاکستان در کابل بازگشایی شده است. وزارت امور خارجه طالبان روز گذشته از دیدار متقی و نظامیانی و گفتگو در مورد مسائل مرزی و بازگشایی گذرگاه تورخم خبر داد. وزیر اطلاعات ایران: طالبان به دلیل پشتون بودنشان در بدخشان کمتر نفوذ دارند. وزیر اطلاعات ایران میگوید که طالبان به دلیل پشتون بودنشان در بدخشان کمتر نفوذ دارند. سید اسماعیل خطیب افزود غرب گروه داعش را از سوریه و ترکیه به شمال افغانستان سوق دادند، جایی که طالبان در آن کمتر نفوذ دارد و داعش آن مناطق را مقر استقرار خودش قرار داده است. وزیر اطلاعات ایران امروز در برنامه تلویزیونی شبکه سی سیما افزوده است که امریکا با خفت افغانستان را ترک کرد و با این حال مقامهای کشورش باید هوشیارانه عمل کنند. این مقام ایرانی از همکاری طالبان در امر مبارزه با تروریسم ابراز خرسندی کرده و گفته است طالبان در بحث مبارزه با تروریسم همکاری خوبی با تهران داشتند. و همچنان با اشاره به تبلیغات طالبان مبنی بر کشته شدن اعضای ارشد داعش در افغانستان اضافه کرده است: امروز شاهدیم که مرتبط سران اینها یعنی داعش هدف قرار میگیرند. این نشان دهنده این است که کی کسی در مرز ما بوده، امروز در بدخشان و با یک فاصله 600 کیلومتری از دور ما هستند و این یکی دیگر از نمونه های این به هم ریختگی است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر کانال را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.